زمین محل زندگی موجودات غول‌پیکری بود. اینکه چرا موجودات ما قبل تاریخی پتانسیل این رو داشتن که اونقدر بزرگ بشن مشخص نیست. با اینکه این موجودات غول‌پیکر مدت‌ها پیش منقرض شدن، اما بعضی‌هاشون هم شناخته شده نیستن، مثل شماره 1. پس تا آخر ویدیو همراهمون باشید. 10 موجود غول‌پیکری که ثبت دوربین شدن. شماره 10، موجود ناشناخته در آکاپولکو. در دنیای مدرن امروزی هم هنوز بعضی ها اعتقاد دارن هیولاهایی در دریا زندگی میکنن. پیشرفت تکنولوژی باعث شده خیلی از دانشمندا در اقیانوس‌ها به دنبال موجودات عجیب بگردن، اما گاهی اوقات هم این موجودات به کمک امواج به ساحل میرسن. در مارس 2016 موجها لاشه یه بلاب ناشناخته 4.5 متری رو به ساحل آکاپولکوی مکزیک آوردن. بعضی ها اعتقاد دارن این موجود نهنگ یا ماهی مرکبه. کاربرای اینترنت هم فکر میکنن این یه هیولای وحشتناکه. هر چیزی که هست قبل از رسیدن مردم به صحنه مرده بود. شماره 9، آناکوندای غول‌پیکر. هیچ کس دوست نداره یه آناکوندای بزرگ رو از نزدیک ببینه، اما چند تا کارگر وقتی در حال کار در شمال برزیل بودن این موجود ترسناک رو دیدن. اونا این حیوان رو بلافاصله بعد از منفجر کردن یه خونه دیدن. مار بالای 11 متر طول داشت و وزنش 208 کیلو بود و یکی از بزرگترین آناکونداهای دیده شده تا به امروز محسوب میشه. بعد از مشاهده این موجود ترسناک، اونا با زنجیر به یه جرثقیل بستن و بعدن بلندش کردن. البته خیلی ها این کار رو تو بخش کامنت های ویدیو سرزنش کردن. مردم میگن کارگره به جای اینکه مار رو تو طبیعت آزاد کنن کشتنش، اما این موضوع تایید نشده. افراد دیگه میگن این حیوان تو انفجار مرده و احتمالاً آوار روی بدنش ریخته، چون در این ویدیو سر مار به نظر هموار میاد. شماره 8، دایناسور جکسون ویل. در سالهای اخیر دایناسوری دیده نشده، چون این خزنده های غول‌پیکر میلیون ها سال پیش منقرض شدن. اما بعضی ها اعتقاد دارن تعدادی از این موجودات موفق شدن از اون انقراض بزرگ جون سالم به در ببرن و هنوز زنده اند و به صورت مخفیانه در جاهای دور افتاده و جنگل ها زندگی می کنن، یا اینکه در جکسون ویل فلوریدا پرسه می زنن. تو این ویدیو به نظر می رسه یه خبرنگار در حال تهیه گزارش در جکسون ویله. احتمالاً یه صدا اونو ترسون، چون دوربین شروع به لرزیدن کرد و بعد به صورت اتفاقی از یه خزنده غول‌پیکر فیلم گرفت. دوربین اونقدر لرزان بود که مشخص نیست اون موجود در حال حرکت کردنه یا نه. به نظر شما این واقعاً یه دایناسور بود یا اینکه مجسمه چیزی بود؟ شماره 7، کاسووری. این پرنده عجیبی که میبینید کاسووریه. یه پرنده بزرگ که مثل شترمرغ نمیتونه پرواز کنه. دانشمندان میگن اینا از نسل دایناسورها هستن و سابقه خشونتشون اینو ثابت میکنه. اینا اصلا حیوانات آروم و مهربونی نیستن. تو این ویدیو یکی از پرنده های غول‌پیکر رو میبینید که به متصدی باغ وحش حمله میکنه و مرد سعی میکنه از خودش دفاع کنه. این پرنده بزرگ هم پنجه های خیلی تیزی داره و صداش هم خیلی ترسناکه. با وجود خشونت بالاشون بعضیا اینا رو به عنوان حیوان خونگی نگه میدارن و حتی یه بار یکی از این پرنده ها صاحبش رو کشت. این اتفاق در فلوریدا افتاد. یه مرد به صورت اتفاقی روی زمین میفته و این پرنده اونو میکشه. بعد از این حمله مرد تونست با آمبولانس تماس بگیره، اما خون زیادی ازش رفت و مرد. شماره 6، عروس دریایی صحرایی غول‌پیکر. هیچ وقت انتظار ندارید عروس دریایی رو در جایی به غیر از دریا ببینید، اما تو این ویدیو که در سال 2014 آپلود شده یه جت جنگی آمریکایی رو میبینیم که یه هیولای عجیب غریب رو در صحرا نابود میکنه. در زیر ویدیوی آپلود شده نوشته بود اینا نیروهای ارتش آمریکا هستن. اینکه واقعا ارتش آمریکا در این کار دخالت داشته باشه یا نه مشخص نیست، اما به هر حال یه جت رو نشون میده که به یه چیز عجیب حمله میکنه و بیشتر شبیه یه عروس دریایی غول‌پیکره. به نظرتون این ویدیو واقعیه یا اینکه یه صحنه از فیلم یا همچین چیزیه؟ شماره 5، عروس دریایی یالدار. عروس دریایی یالدار بزرگترین عروس دریایی دنیاست. عرضشون به 2.40 متری میرسه و شاخک‌هایی دارن که شبیه یال شیره و به خاطر همین اسمشون رو یالدار گذاشتن. طول این شاخک‌ها بین 10 تا 40 متره. این عروس دریایی 8 دسته شاخک داره که در هر دسته بین 70 تا 150 شاخک وجود داره.
این عروس های دریایی غولپیکر فقط بزرگ نیستن بلکه خطرناک هم هستن. این موجودات نیش میزنن و بدم نیش میزنن. البته نیششون کشنده نیست ولی خیلی دردناکه. در اواخر جوان 2018 فیلم این عروس دریایی غولپیکر گرفته شد. این موجود در آبهای میلیان پاک پیر ایرلند پیدا شد که عمقش فقط 2 متر بود. در اون سال تعداد زیادی از این موجودات در ایرلند دیده شدند، اما خوشبختانه فقط چند مورد گزیدگی گزارش شد. شماره 4، اختاپوس غولپیکر اقیانوس آرام. در این کانال تا حالا چند بار راجع به ماهی مرکب غولپیکر حرف زدیم، اما موجودات بیمهره غولپیکر دیگه هم در اقیانوس ها زندگی می کنن و این یکی از اوناست. اختاپوس غولپیکر اقیانوس آرام از هر اختاپوس دیگه بزرگتره و بیشتر عمر می کنه. رکورددار بزرگترین نمونه پیدا شده اختاپوسی بود که 10 متر عرض داشت و وزنش بیش از 270 کیلوگرم بود. طول این موجودات به طور متوسط 4.5 متر و متوسط وزنشون 50 کیلوگرمه. افسانه های قدیمی که حمله هیولاهای غولپیکر به این کشتی رو روایت میکنن در مورد موجودی حرف میزنن که بیشتر شبیه یه اختاپوس غولپیکره. اختاپوس های غولپیکر سرهای خیلی بزرگی دارن و رنگشون معمولا قهوه‌ای متمایل به قرمزه. اونها هم مثل اختاپوس های دیگه در پوستشون سلول هایی دارن که به کمکشون میتونن رنگ یا حالتشون رو عوض کنن و میتونن به آبسنگ ها، گیاهان و صخره ها هم رنگ بشن. در این ویدیو یه اختاپوس بزرگ رو میبینید که در آبهای واشنگتن شنا میکنه. شماره 3، پارو ماهی غولپیکر. اینا ماهی های واقعا بزرگی هن که طولشون به 33 متر میرسه. ملوانای قدیمی گزارش های راجع به دیدن مار دریای بزرگ در دریا ثبت کردن و بعید نیست چیزی که دیدن همین موجود باشه. پارو ماهی ها معمولاً در عمق 220 متری پیدا میشن، اما گاهی اوقات در اعماق بیش از 1000 متر هم دیده شدن. زیست شناسان نمیدونن که چرا پارو ماهی ها به ساحل میان، اما حدس میزنن کار طوفان های شدید باشه و یا اینکه موقع زخمی شدن یا مرگ به ساحل و سطح آب میان. به خاطر همینه که این ویدیو عجیبه. این ویدیو یه پارو ماهی بزرگ رو در آبهای کم عمق نزدیک ساحل نشون میده، اما اصلا مریض و بیحال به نظر نمیاد، بلکه خیلی هم پر انرژیه. در ژاپن این حیوان رو به اسم ریوگونو سوکای یا جینجاهیم میشناسند و اونا رو خدمتکار یا پیغامرسان پادشاه دریاها میدونن. بعضی‌ها میگن وقتی پارو ماهی به آب‌های کم عمق میاد یعنی زلزله یا سونامی در راهه. حالا وقت بهترین عکس امروزه. امروز می‌خوایم عکس یه موجود خیلی بزرگ رو بررسی کنیم که بهش می‌خوره مربوط به فیلم‌های گودزیلایی باشه. به نظرتون این واقعیه؟ خب تو مورد بعدی خواهید فهمید. شماره 2، کایجو. ما نتونستیم هیچ منبعی از این تصویر پیدا کنیم. ممکنه یه نفر قبلا اونو تو اینترنت گذاشته و بعد یه فرد ناشناس و مرموز وابسته به آژانس‌های مخفی دولتی اونو برداشته باشن. به هر حال موجود غولپیکر داخل اون عکس خیلی شبیه کایجوه. هیولای بزرگ فرهنگ ژاپن که با ربات‌ها، گودزیلا و موجودات دیگه می‌جنگه. این عکس رو یکی از کاربرا ارسال کرده و با اینکه مطمئنم یه حیوان واقعی نیست، تصمیم گرفتیم بررسیش کنیم، اما چیزی در موردش پیدا نکردیم، ولی یه چیز مشابه پیدا کردیم. چیزی که کشف کردم یه کانال یوتیوبه که اسمش هالیوود اسکایته و مثل اینکه در جلوه‌های ویژه خیلی حرفه‌ایه. اون راجع به هیولاهای غولپیکر و موجودات فضایی که در شهر پیدا میشن فیلمای کوتاه میسازه. شباهت بین عکس امروز و ویدیوهای اون خیلی بالاست که باعث میشه به این نتیجه برسیم کسی که این عکس رو برای اولین بار آپلود کرده صاحب همین کاناله. شماره 1، سفره ماهی غولپیکر دریایی. سفره ماهی غولپیکر بزرگترین سفره ماهی و یکی از بزرگترین ماهی‌های دنیاست که عرضشون به 10 متر میرسه. این موجودات علی‌رغم جثه بزرگشون مثل خیلی از ماهی‌ها و پستاندارای بزرگ پلانکتون‌های ریز رو می‌خورن. دهان بزرگ اونا در طول شنا همیشه بازه و اینطوری میتونن پلانکتون‌ها و غذاهای کوچیک دیگر رو از آب بخورن. این موجودات باله‌های مخصوصی دارن که آب و غذای بیشتری رو داخل دهانشون هدایت می‌کنه. سفره ماهی‌های غولپیکر در آب‌های استوایی
نیمه استوایی و معتدل سراسر دنیا پیدا میشن و معمولاً دور از ساحل دیده میشن. اینا به صورت دوره‌ای بین آب‌های گرم و سرد مهاجرت میکنن و بهترین موقع فیلمبرداری ازشون همین موقع است. این فیلم رو غواصای سواحل مکزیک گرفتن. اگه دوست دارید بفهمید پرواز در کنار یه هواپیمای کوچیک چه حسی داره، کافیه کنار این موجودات شنا کنید. شما تا حالا حیوان غول‌پیکری رو از نزدیک دیدی؟ ممنون که تا انتها با ما همراه بودید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.